بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و عرضه سلام دارم خدمت بینندگان برنامه هدایت نور. خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان قرار دارم. موضوع بحث امروز ما هم مقایسه اندیشه ها در ساختن جامعه ایدئال یا آرمانی هست. بخش دوم بحث ما است در خدمت جناب نظیر یوسف از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند که انشاءالله پیرامون همین موضوع و مسئله در خدمت شان هستیم. جناب یوسف صاحب سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام احترام خدمت شما احمدی صاحب و خدمت بینندگان برنامه هدایت نور. سلامت باشیم. بسیار زیاد تشکر میکنم که بازم فرصت گذاشتین و دقایق در خدمتتان هستیم. استاد، یک بحث دیگر ما در گذشته داشتیم پیرامون همین موضوع و مسئله، در گذشته صحبت کردیم. اگر خلاصه و چکیده بحث گذشته را با ما اینجا میخواییم بگین که با دوستا هم شریک بسازیم، بیننده هم ببینن که در گذشته چی بحثی را داشتیم، این بحث ما با او بحث یک ارتباط برقرار بکنه، انشاءالله باز پرسش های را خدمت شما مطرح خواهیم کرد. بسیار مالی از احمدی صاحب، بسیار تشکر از دعوت شما. بله، ما در برنامه گذاشته سر از این صحبت کردیم که بشر و بشریت در طول تاریخ یک سوال بسیار مهم داره. بله. و این سوالی است که آیا می امکان داره که ما یک جامعه را بسازیم که در او جامعه همزمان به اینکه به خواسته های مادی ما رسیدگی میشه، آب و نان و به اصطلاح غذا و دیگر امکانات مادی ما، امنیت و صحت و ایگپا هماهنگ باشه و به اصطلاح وطنی ما و شما برابر باشه و درست باشه و مردم یک زندگی انسانی عالی را داشته باشه. از لحاظ مادی، از لحاظ معنوی همچنان در یک جامعه عدالت و انصاف و انسانیت و صمیمیت و شفقت و همین رقم سایر ارزش های انسانی زنده باشه. به خاطر از این همین رقم ساختن همین رقم یک جامعه نظریات مختلف وجود داره، ولی ما از مجموع نظریاتی که ساخته فکر انسان ها بود فکر مارکسیزم انتخاب کردیم، چرا این در عمل هم تطبیق شده بود و آخرین یکی از به اصطلاح افکار آخر است که در یکی دو قرن آخر زاده شده و عملی شده. از مجموع افکار بشری مارکسیزم انتخاب کردیم و از مجموع افکار آسمانی و مکتبهای آسمانی ما اسلام انتخاب کردیم. و در برنامه قبلی ما نظریات مارکسیزم شنیدیم که مارکسیزم میگه و زیربنا اقتصاد است. هرگاه اقتصاد یک جامعه رشد بکنه، او جامعه از لحاظ اخلاق و همه مسائل روبنایی که فرهنگ و ایگپا بسیلا یادو بود اینجور میشه. اما شما بررسی کردیم، بسیار به شکل بی‌طرفانه دیدیم که در 74 سال حاکمیت این اندیشه در اتحاد جماهیر شوروی، نه تنها که با رشد اقتصاد سطح فساد و سطح رفتارهای اجتماعی و ایگپا بهتر نشد، برعکس خراب شد. اما از لحاظ مادی اتحاد جماهیر شوروی پیشرفت‌های بسیار عالی داشت که مرهون سه گپ بود: داشتن آزادی و استقلال، موجودیت یک سرزمین پهناور و موجودیت یک رهبری متخصص و همچنان دلسوز به مو ملتشان، که این ارزش فاکتور باعث از این شد که اتحاد جماهیر شوروی رشد بکنه در ابعاد مادی. اما در ابعاد معنوی متاسفانه صد متاسفانه آنچه که به مردم وعده داده بودن اتر یک صورت نگرفت و همچنان گفته بودن که ما استثمار از بین میبریم، بهره کشی از بین میبریم، چرا همه چیز مربوط به دولت شد، دولت حق کس را نمیخوره، در حالی که یک چیز نبود. مثلا یک نفر سلمان در وقت اتحاد جماهیر شوروی روز 20 روبل کار میکرد و ای اگر ما در 26 روز که روزای رسمی بوده باشه، 25 روز یا در 20 روز حسابش بکنیم، این گپش بسیار زیاد میرسه، چند صد روبل میشه. اما در طول یک ماه فقط بر ازو 56 روبل ماش میدادن و باقی مدت تنخواهش دولت میگرفت و به خاطر تولید سلاح و راه‌اندازی جنگ‌ها و این گپا استفاده میکرد. یعنی نه بهره‌ای تانستن از بین برن و نه تانستن با این طرح که اقتصاد اگر رشد بکنه جامعه رشد میکنه و اخلاق و فرهنگ و این گپا جور میشه، اونطور یک چیز صورت نگرفت و تا به اکنون همچنان نتایج از این به اصطلاح خامی از این اندیشه و در کشورهای آسیای میانه ما عملا میبینیم که تا به فعلا هم ریشه هایش فسادش و ای گپایش عملا وجود داره. ما این مروری بود که به برنامه گذاشته بود یاد سرش صحبت. استاد یوسف، از مارکسیزم قصه کردیم و گفتیم که تا اینجا رسیده، یعنی ناکام شده از لحاظ معنوی. خب حالا بیام سری از این که
ما به عنوان مسلمان دین مقدس اسلام دین رسمی ماست و دین ما هست، مسلمان هستیم. پس طبیعی است که اسلام هم یکی از ادیان آسمانی و یکی از ادیان الهی هست که آخرین دین هم هست طبق باور اعتقاد ما و شما، و دین اسلام دین کامل، دین جامع هست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا. بنابراین طرح اسلام برای ساختن یک جامعه ایدئال چی هست؟ اسلام چی نظر در مورد داره و چگونه اسلام میخواهد که یک جامعه ایدئال پیشکش کنه یا بسازه برای بشر؟ دقیق از قسم شما در اول سوالتان گفتین مارکسیزم هم در بود معنوی چرا خلای اندیشه وجود داشت، جایگاه انسان روشن نبود، انسان به عنوان موجود تکامل یافته شایی تعریف کردن و مشکلات به اقتصاد رب دادن و او خاطر ترحیمان شما بود به عمل متاسفانه نتیجه درست نگرفتن و از لحاظ مادی هم چنون گفته بودن که ما استثماری گپار از بین میبریم، این کارها را انجام داده نتانستن و بهره‌کشی بسیار به شکل عشیانیش وجود داشت و ما سرمایه مردم در دست دولت بود و دولت توسط از او هر کار انجام میداد. بر اسلام چیست؟ اسلام همچنان میاد در اول جامعه را یک تحلیل میکنه. در تفکر اسلامی جامعه متشکل از مجموعه انسان ها هستن و زیربنای یک اجتماع انسان است و نه اقتصاد. اقتصاد زیربنای مادی جامعه است و نه زیربنای همه چیز جامعه. و اقتصاد همچنان یک وسیله است، مثل که مثلا ما و شما یک سلاح داشته باشیم، میتونیم از این سلاح خود به خاطر محافظت از خود و فامیل و ناموس و ای گپای خود استفاده کنیم و هم میتونیم توسط از این سلاح بریم دوزی بکنیم یا یک کار انجام بدیم. اقتصاد هم سلاح هست، یک آدم میتونه مثل یک سلاح است. آدم میتونه توسط پول مصدر خیر و خدمت و تولید و ایجاد و کار و فرصت های کاری ای گپا شه و هم میتونه توسط پول زمینه جنگ و کشتار و بدبختی ها و ایگپار را اندازی بکنه. اقتصاد یک وسیله است در تفکر اسلامی و اصل انسان است. درست. یعنی زیربنای یک اجتماع در نظر مارکسیسم میگفت اقتصاد است، مگم در اسلام چیز انسان است. یک اجتماع از مجموعی از انسان ها ساخته شده. حالا مثلا شما مجری هستین، من مهمان برنامه هستم، بردیم و شما انسان هستیم، همکارای شما که در بخش تکنیکی کار میکنن انسان هستن. از این ما از چارچوبکات تلویزیون نور هرگاه بیرون شیم در داخل اجتماع میبینیم رنگمال است، نجار است، گلکار است، نانوای است، اینا همه گی انسان هستن. از او که دستوه بلندترش بریم در ادارات دولتی، بریم در سطح رهبری کشور، بریم در همه بخش ها، ما میبینیم که رهبری در دست انسان است. بنابراین در تفکر اسلامی زیربنا انسان است و به خاطر ساختن یک اجتماع ما در اندیشه دینی به دو طرح برمیخوریم. یکی طرح عاجل، یک طرحی که در کوتاه مدت میتونه به اصطلاح با وقوع بپیونده، یکی هم طرح طولانی مدت داریم به خاطر ساختن یک اجتماعی سالم و پیشرفته. در بخش طرح کوتاه مدتشون میشه که ما شما اشارات جداگانه داشته باشیم و در بخش طرح طولانی مدت همچنان میتونیم که اشارات داشته باشیم. طرح کوتاه مدت بگین یوسف سب که طرح کوتاه مدت چی است از نظر اسلام؟ از نظر اسلام خداوند جل جلاله امر میکنه که شما امانت ها را به اهلش بسپارید. طرح کوتاه مدت طور است که در داخل یک اجتماع عام مردم و نخبه های یک اجتماع تلاش بکنند به خاطر از اینکه امانت ها را به اهلش بسپارند. بزرگترین امانت بشری دولت ها است. چرا؟ به خاطر از اینکه مجموع مالیات را که مردم میپردازند، مجموع منابع طبیعی در داخل یک کشور میباشند و مجموع پولی که از گمرکات به دست می آید و مجموع دیگه عوایداتی که در داخل یک کشور می باشه، این می آید پیش دولت. یا یک قسم بگیم دولت مثل یک مادر و پدر وارسته که همه چیز پیششان می آید. یعنی اصل امانت ها پیش دولت است. این هم امانت است که فرض مثال من یک موبایل خود و یک دوست خود امانت بدم، این یک امانت کوچک است، ولی بزرگترین امانت در اجتماع بشری دولت ها است. چرا؟ دولت ها تمام عواید مردم چی میکنه؟ جمع میکنه و دولت میتونه که هم به اصطلاح استثمار بکنه، به نفع خود کلش جمع بکنه و هم میتونه که چی بکنه؟ عدالت تطبیق بکنه و این در بخش های مختلف اجتماع به کار ببنده. به او خاطر در تفکر اسلامی میگه که اگر شما میخواین در کوتاه مدت وضع اجتماعیتان تغییر بکنه، رهبری تانم و اجتماعیتان به اهل بسپارین. اهل کی است؟
هرگاه ما در قرآن مجید در بحث استخدام روبرو شویم، ما میبینیم که دو صفت معمولا به خاطر به عنوان اهل کار معرفی میشه. به عنوان مثال در سوره یوسف علیه السلام، وقتی که پادشاه مصر از یوسف علیه السلام میخواه، یا کلان مصر از یوسف علیه السلام میخواه، میگه که ما بر شما چی وظیفه را بسپاریم؟ باز پیامبر صلی الله علیه السلام، پیام حضرت یوسف علیه السلام برش میگه که شما اگر می خواهیم که به ما یک مسئولیت بدین، به ما مسئولیت خزائن بدین، مسئولیت به اصطلاح بخش اقتصاد مملکت بدین، به خاطر از اینکه من دو صفت دارم. میگه من حفیظ و علیم هستم. حفیظ، حفیظ و حفظ، علیم. کسی که حفظ میکنه مال مردم که یک نمونی از تعهد است، و علیم دانایی را میگن، یعنی من دانشش دارم که اقتصاد از این مملکت رشد بتم. در این حوزه من نوشته نمیفهمم، خوانده نمیفهمم، امی خردمندی را دارم، امی عقلانیت دارم که من اقتصاد مملکت رشد بتم، و از بود خیانت و ای گپا من خیانت نمیکنم، به خاطر از اینکه من انسان هستم که نگهدارنده هستم و خائن نیستم. یعنی در اهل کار از نظر اسلام دو ویژگی داره: یکی تخصص، یعنی یک آدم تخصص داشته باشه در حوزه‌ای که او استخدام میشه، و دومی که تعهد داشته باشه، خیانت نکنه، خباثت نکنه و دیگه جنایات انجام نده، و از چوکی و از مسئولیت و ماموریتی که برش داده شده از او به محور خودش به اصطلاح چی بکنه کار کرده بره و زندگی مردم بیچاره را تباه و برباد بکنه. این طرح کوتاه مدت است. طرح کوتاه مدت طور است که یک جمع از انسان های یک اجتماع چی شوند؟ ساخته شوند، صاحب تخصص و تعهد شوند، و این دست رهبری اینا چی بگیرن؟ قرار بگیرن. هر گاهی تر یک اتفاق گفته، اجتماع در یک وقت کم چی میکنه؟ تغییرات هم میبینه. و ما هر گاه زندگی عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینیم، حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین کار را انجام میده. شما میبینید که اول در مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک تعداد از انسان ها کار میکنه، اونا را هم در بعد تخصص و هم در بعد تعهد که او وقت نیاز بوده، هر چیزی دانش هایی که در اون زمان نیاز بوده همراهشان کار میکنه، و هم تعهدشان را بلند میبره، و اینمی زمینی از این مساعد میسازه که پیامبر صلی الله علیه وسلم بتانه یک دولت را در مدینه ایجاد بکنه، یک تیم داشته به خاطر رهبری و ساختن دولت که او دولت پیش بره. و یا هم یک مثال کوچک شما میتونیم بدیم. شما فکر بکنین یک ولسوالی را، در یک ولسوالی 6-7 نفر صاحب صلاحیت هستند. ولسوال از قماندان امو ولسوالی است، عامر معارفش است، مسئول سیهیش است، این همی ها آدم های صاحب صلاحیت در داخل از ولسوالی هستند. هر گاه این 5 نفر تا 7 نفر انسان های متخصص و متعهد باشه، شما وضعیت از ولسوالی را چگونه تصور میکنید؟ یک ولسوال که واقعا ولسوالداری را بفهمه، در او حوزه کارفهمی داشته باشه، تخصص داشته باشه، و همزمان به او خیانت و خباثت گپام نداشته باشه. هر دو در رأس یک ولسوالی و رقم یک آدم باشه، قماندان امنی یک ولسوالی یک انسان باشه که هم تخصص داشته باشه، هم تعهد داشته باشه. شما وضعیت امنیتی از ولسوالی رو چگونه فکر میکنین؟ از وضعیت صحیحش چطور فکر میکنین؟ عامر معارفش چی فکر میکنین؟ یعنی در سطح یک ولسوالی اگر 7 نفر سالم متخصص و متعهد وجود داشته باشه، عملا ما تغییرات میبینیم. پس در سطح رهبری یک کشور هم هرگاه در سطوح رهبری انسانهای متخصص و متعهد وجود داشته باشه، طبیعی است که تغییرات چی میشه؟ در کوتاه مدت رونما میشه. این طرح کوتاه مدت اسلام به خاطر تغییر اجتماع. خب بینندگان عزیز، یک میان برنامه کوتاه دوباره خدمت شما برمیگردیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. شما بیننده برنامه هدایت نور از طریق شبکه تلویزیون نور هستین که در خدمت جناب استاد یوسف هستیم، از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستن. یوسف صاحب، پیشتر به بحث خوب اشاره کردین که طرح کوتاه مدت اسلام اونمو در ساختن یک جامعه ایدئال، داشتن یک رهبری و یا گزینش دولتی بر مبنای تخصص باشه و تعهد باشه یا تقوای الهی باشه. این طرح کوتاه مدت است که در این کوتاه مدت میشه یک جامعه ایدئال ساخته شود. طرف دیگه هم گفته بودن که یک طرح طولانی مدت هم اسلام پیشکش میکنه. طرح طولانی مدت چی است که برای ساختن جامعه ایدئال تفکر اسلامی ارائه میکنه؟ کاملا دقیق است. قسم که شما همچنان اشاره داشتین، در طرح کوتاه مدت باید یک جمع از انسان ها ساخته شوند که این جمع بتانه دولت و اجتماع را رهبری بکنند.
در طرح طولانی مدت خداوند جل جلاله در قرآن مجید مهربانی میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا جل جلاله ما حال هیچ قوم، قوم در عربی به مجموعی از انسان ها گفته میشه که ما میتونیم مورد جامعه همچنان درست بگویم، یعنی حال یک جامعه را، حال یک قوم، حال یک ملت را هیچگاه خدای متعال تغییر نمیده تا که اونا در درون خودشان تغییرات ایجاد نکنند، در نفس هایشان تغییرات ایجاد نکنند. طرح طولانی مدت اسلام اشاره به این داره که تمام افرادی که در داخل یک اجتماع زندگی میکنن، اونا باید خودشان چی بکنن؟ تغییر بدن. و این انسان هیچ وقت نمیتونه خودش سر به خود تغییر بده. چرا؟ هیچ کس نمیتونه سر به خود در هیچ بخشش بکنه. یعنی هیچ وقت نبوده که یک نفر سر به خود نجار شوند، سر به خود به عنوان مثال گلکار شوه، سر به خود بتانه یک ریاضیدان شوه. نیاز به این داره که باید زانو بزنه به استادها و بشنوه نصابها را و مجموعی از عوامل با یک دیگه یک جای شوند تا یکی یک انسان ساخته شوه. رسانه کار بکنه، مکتب کار بکنه، دانشگاه کار بکنه، مدرسه و مسجد و اینا همگی با یکی دیگه یک جای کار بکنن تا یکی یک انسان ساخته شود. چرا؟ یک انسان، شخصیت انسان محصول مجموعی چیزایی است که در خانه، در مکتب، در اجتماع، از رسانه ها و از اینا چی میکنه؟ تجربه میکنه و شخصیت یک انسان، حالت انسان، درون انسان از امو چی میشه؟ ساخته میشه. از یک اجتماعی که سر و سر فساد بباره در چهار طرفش معلومدار ساخته که انسان در اون رقم یک اجتماع قرار بگیره، اونجا مریض میشه، که اونجا کرخت در واقع چی میشه؟ مریض میشه در اون رقم یک اجتماع. پس با این حال طرح طولانی مدت اسلام به اشاره به ساختن فرد فرد از انسانها داره، که در طرح کوتاه مدت یا طرحی که به اصطلاح طرح انقلابی ما میتونیم برش بگوییم، طرحی است که در اینجا اقتداد از انسان ها ساخته شوند و در رهبری اجتماع قرار بگیرن و اجتماع رو به سوی پیشرفت و ترقی و تعالی حرکت بدن. و از طرف دیگر اگر ما بخوایم که مجموعه بدبختی هایی که در داخل یک اجتماع وجود داره این ما به اصطلاح چی بکنیم؟ حل بکنیم. ما نیاز داریم که سر فرد فرد انسان ها چی بکنیم؟ کار بکنیم. و الا اگر ما این کار انجام ندیم، نیاز داریم که به میلیون ها پول مصرف بکنیم به خاطر که انسان ها را کنترل بکنیم. مثلا در می کشوری که من زندگی می کنم، سالانه و درس می خوانم، در اینجا به میلیون ها یورو فقط مصرف از این میشه که انسان ها را کنترل بکنن، انسان ها خیانت نکنن، دزدی نکنن، پول نزنن، نمی فهم از بانک پول نگیرن، یا در داخل موترهای شهری بی تکت سفر نکنن. همه که جای کمره پوش کردن و هیچ جای نیست که بدون پوشش کمره باشه و عملا تیم های مختلف در پلیس های لباسدار، لباس شخصی، همگی اجتماع رو چی میکنه؟ کنترل میکنه که به میلیارد ها یورو مصرف میشه به خاطر از اینکه انسان‌ها رو کنترل بکنه. ولی اسلام چی میگه؟ میگه نه، شما سطح رهبری یک اجتماعیتان انسان‌های سالم قرار بدین، این انسان‌های سالم طرح جور بکنن در مکتب، در پنتون، در رسانه، در همه جای، و از طریق از این انسان‌های یک اجتماع رو شما بسازین. هرگاه سطح تربیت و سطح اخلاق در داخل یک اجتماع شما رشد دادین یا نفس های انسان ها را تغییر دادین، معلوم دار است که این اجتماع از ابعاد معنوی که عبارت از انسانیت و شفقت و صمیمیت و ای گپ هست، ای همچنان رشد میکنه. و خوشبختانه ما وقتی که یک طرح خودم میگیم، ظاهرا فعلا متاسفانه صد متاسفانه به دلایل مختلف یک تئوری است، ولی خوشبختانه در طول تاریخ بشری این تجربه شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم که تاریخ تدوین شده است، کافر و مسلمان از این کس منکر شده نمیتونه، 14 قرن پیش که در وقت بسیار زیاد پیش نیست، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان یک فرد آغاز میکنه و همی کارش و برنامه و پیکارش گسترش میده، یک جمع از انسان ها را میسازه، با او جمع از انسان ها دولت ایجاد میکنه و دولت بسیار قوی و مقتدر که از ابعاد مختلف اقتصاد، فرهنگ و حوزه های مختلف بر مردم شرایط عالی را مساعد میکنه. از دیگه طرف با کار و برنامه دعوتی و فکری که صورت میگیره، اخلاق عامه مردم همچنان چی میشه؟ گسترش پیدا میکنه که بدون موجودیت کمره، دستگاه نظارتی، پلیس مخفی و ایگپا، اجتماع سالهای سال و حتی میتونیم بگیم که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بر قرنها به اصطلاح چی بوده؟ در روی اجتماع از لحاظ معنوی، برادری و صمیمیت و رفاقت و ایگپا موجود بوده. و تا به فعلا با وجودی که از اسلام تنها یک سلامش مانده در میان مسلمان ها، متاسفانه صد متاسفانه، اما ما میبینیم که
تا به فعلا هم تاثیرات این اندیشه در میان انسان ها وجود داره. امی آدم میتونه به گوشه های مختلفش اشاره بکنه که تا به فعلا همچنان چی مانده، تاثیراتش مانده. به نوع مثال اگه تنها بحث خانم ها را آدم در نظر بگیره، خیلی به مراتب خانم ها در یک خانم در یک خانواده اسلامی عزت داره، اقتدار داره، تا آخر عمرش یک بانی، یک حامی داره، یک کس را داره که در کنارش می باشه، شوهرش تا آخر عمر همراهش می باشه، اولادایش همراهش یک جای کلان میکنه، نیازهای غذا و گپایش مرفوع میکنه و از او بلندتر هر چی در توانش باشه انجام میده. برعکس ما شما میبینیم که در اجتماعاتی که در اوج از این اندیشه اصلا انسان ها بوی نمیبرن، اول عروسی وجود نداره، اگر عروسی وجود داشته باشه موقتی و بسیار به یک وقت کوتاه، بعد از او باز همراهی این خانم ها عرسی میکنن، اونا را اعلام میتن بعد از اینکه جوانیشان سپری شد و تمام پیری خود در غم و رنج و بیچارگی و بدبختی به سر میبرن. کجای از این میتونه که به اصطلاح چی باشه؟ یک انسانیت بوده باشه. پس با این حال دو طرح مطرح کردیم، طرح کوتاه مدت، طولانی مدت، بسیار خوب. و اگر ما میخوایم تغییر بیاریم نیاز داریم که به این دو طرح رجوع بکنیم. بسیار خوب. یک پرسش کاربردی یوسف صاحبی، که درست است که اسلام در یک برهه از زمان یک جامعه ایدئال ساخت و یک تمدن و فرهنگی بسیار عالی و بی‌نظیری را ارائه بشر و تقدیم بشر کرد و برنامه های اسلام هم آنگونه که گفتید مثلا در بخش خانواده خیلی مؤثر است و کاربردی است، میتونه که چنین جامعه ایدئال را برای بشر بسازه. پرسش میسته که وضعیت کنونی مسلمان ها را یا چند صد سال میبینیم بعد از اینکه امو فرهنگ و تمدن اسلامی تقریبا فرو پاشید، او حالت اولی را نداشت و تا به امروز وضعیتی را که شاهدش هستیم در کشورهای اسلامی یا زندگی مسلمانان میبینیم که ساختن یک چنین جامعه مسلمانان توفیق نیافتند. به نظرتان چرا ما مسلمان ها با توجه به اینکه اونمو افکار و اندیشه های اسلامی یعنی قرآن و سنت برای ساختن جامعه ایدئال زنده است، اگر پیامبر نیست ولی سنت پیامبر هست میتونه ما را رهنمایی کنه سمت و سو و استقامت به برای ساختن یک جامعه ایدئال، اما چرا نتونستیم که تا به اکنون و در زندگی امروزی جامعه اسلامی شاهد یک چنین جامعه آرمانی بوده باشیم؟ نه تنها نیستیم بلکه روز تا روز میبینیم که وضعیت در زندگی و جامعه اسلامی رو به وخامت و فروپاشی پیش میره. عوامل هم میخواستم بسیار سوال دقیق و سوالی که شاید بر مخاطبان ما همچنان ایجاد شده باشه. ما از لحاظ داشتن یک اندیشه قوی و کامل از این لحاظ ما در بحران به سر نمیبریم، ولی از لحاظ درک از این اندیشه و از لحاظ فهمیدن از این اندیشه در میان مسلمان ها ما در بحران به سر میبریم. متاسفانه صد متاسفانه بعد از چند قرن اولی که سپری میشه و تاثیراتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگر شاگردا یا صحابه و هم نسلای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داشتن، به پدیدی کار فکری و کار دعوتی، کار منظم فکری و مکتبی بسیار سطحی نگاه میشه و مردم فکر میکنن که هر کس که در خانواده مسلمان به دنیا آمد ای دیگه مسلمان است، این میتونه که مصدر خدمت باشه بر اجتماع اسلامی، که یک اشتباه است. بچه دکتر سر به خود دکتر نمیشه، بچه انجینر سر به خود انجینر نمیشه، بچه مسلمان همچنان سر به خود مسلمان عملی نمیشه. بنام میتونه که مسلمان درست باشه، چرا از یک خانواده مسلمان به دنیا میاد، تذکره اسلامی میتونه داشته باشه، نام اسلامی میتونه داشته باشه، ولی فکر و اندیشه اسلامی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ اندیشه و فکر است که انسانها را حرکت میده به طرف یک کار درست و یک کار اشتباه. ای از یک بودش. از دیگر بودش به مجردی که بعد از اینکه تمدن اسلامی گسترش پیدا میکنه، چهار عامل بسیار عمده و اساسی باعث از این میشه که همیشه این تمدن چی بخوره؟ ضربه بخوره. اول جنگ ها بودش. ما فکر کنید یک اجتماعی که جنگ است و یک اجتماعی که جنگ نیست بسیار تفاوت داره و این جنگ ها اکثرا تحمیلی بوده، یعنی قریب 90% جنگ های تحمیلی بوده که از بیرون آمدن کشور خود ما و شما را. مردم ما و شما یک زندگی وطنی و دهقانی داشته، اتحاد جماهیر شوروی بود که جلش کرکشی کرده، تو نبود که مردم ما و شما حرکت کرده باشن برند به مسکو جنگ میکنن. نی کوی جنگ خوب بدبختی رو میاره، یعنی ما عملا با گوشت و پوست هم ما و شما لمسش میکنیم.
پس جنگ هایی که در طول تاریخ وجود داشته در قدم اول، در قدم دوم موجودیت دولت های نابخردی که متاسفانه متاسفانه به نام دولت های اسلامی شکل گرفتن و وظیفهشان سرکوب علما و بیدارگرا بوده، این عامل دوم بوده که اندیشه متاسفانه متاسفانه در میان مردم ریشه نکنه و این اندیشه در سطح عملی و در سطح اجتماعی به حرکت نبیاید. البته وجود داره، الحمدلله 2 میلیارد مسلمان است، ای وجود داره، ولی به شکل فکری مکتبی و به شکل که در بعد عملی یک بلست یک جایی باشه که در اوج واقعا تمثیل شود این اندیشه و در یک چیز متاسفانه متاسفانه وجود نداره. عامل سوم کمکاری علمای این حوزه بودن که بسنده کردن با یادگیری مثلا زبان عربی و یک تعداد از اندک از دانش و مجموعه ای تعالیم اعلا کردن، و چهارم خود مردم، در مجموع خود مردم همچنان در این پسماندگی نقش داشته. در مجموع این چهار عامل باعث از این شده که این تمدن در زندگی عملی امروزی مردم یا این اندیشه در زندگی عملی مردم قابل احساس نباشه. البته یک نکته رو میخوایم بگیم که در سطح فردی وجود داره، در سطح فردی انسان‌های بسیار زیاد را ما میتونیم که از این اندیشه بهره گرفتن، زندگیشان، رفتارشان، کارشان، همگیش یک الگو و نمونه است، و اصطلاح نه، اگر یک نقاش بتانه که یک دفعه یک رسم بکشه، دفعه دوم مقبول‌تر میتونه بکشه. این اندیشه و این فکر یک بار خودش به نمایش گذاشته، تانسته، بار دوم میتونه، ولی به خاطر از این نیاز به کار خانه به خانه، کار فکری، کار مکتبی و کار دعوتی است که باید صورت بگیره و انسان ها ساخته شد و او انسان ها بتوانند چنین اجتماعی را بسازند. بسیار خوب است جناب استاد نظیر یوسف. بحث برنامه ما دوستان اشاره میکنند که صرف یک چند ثانیه دیگه باقی مانده، دو تا برنامه را در همین زمینه ما ارائه کرده، میشه که خلاصه و بحث جمع بندی کنیم، یا ای که گپی مانده که در پرسش ها مطرح نشد میخواستین بگین در خدمتتان هستیم، یک 30-40 ثانیه. در مجموع انسان میتونه که یک مکتب و یک اندیشه را به 3 تیپ یاد بگیره. یکی احساساتی است که من مسلمان هستم، پدر و مادرم مسلمان است. یکی ضرورتی است که آدم مجبور شود که پدر و مادر مسلمان است، دیگه ضرورت است من پدر و مادرم. یکی علمی و عملی است. اگر یک انسان میخواد که واقعا بچشه که اسلام چی میگه، در زندگی عملیش تمثیل بکنه، ایرا لذتش بچشه و عملا بتونه متاثر بسازه اطرافیای خود، نیاز داره که بگونی علمی و عملی اندیشه خود و فکر خود یاد بگیره. سر به خود هیچ وقت نمیتونه که آدم صاحب فکر و صاحب اندیشه شوه، و این نیازمند وقت است، نیازمند استاد است و نیازمند نصاب است. بسیار زیاد تشکر میکنم از حضور شما در این بحث و برنامه. بسیار تشکر از شما و از برنامه بسیار خوبتان. سلامت باشین، زنده باشین. خوب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هدایت نور، در همین جا به پایان رسید. تا بحث و برنامه دیگر همه شما را به الله یکتا و توانا می‌سپارم. خداحافظ و نگهدار شما.